با سلام دوستان، خوش اومدید به برنامه دیگه از شبکه ویدیویی ایران گلوبال. امشب مهمانی دارم، در واقع همشهری خودم از کوپنهاگ هستند، خانم هنا ریاهی، که در یک گفتگوی رو در رو در واقع مسائلی رو با ایشون در میون گذاشتیم. خوش اومدید خانم ریاهی. خانم ریاهی، اگر بخواید خودتون رو معرفی بکنید، البته برای بینندگان ما، چجوری خودتون رو معرفی میکنید؟ چه کار میکنید در دانمارک؟ در وهله اول خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای توکلی که منو در برنامه خودتون پذیرفتین و به بینندگانتون هم، به بینندگان برنامه شما سلام میکنم و درود میفرستم از اینجا. و اگر بخوام به طور کوتاه در مورد خودم بگم، برای کسانی که منو نمیشناسن، نام من هنا است و من یک آموزگار ساده هستم که درس میدم و تحصیلاتم رو هم در ایران و هم در دانمارک انجام دادم. در اینجا رشته آموزگاری رو به پایان رسوندم سال 2012 و از آن موقع شروع کردم به درس دادن در مدارس دانمارکی و البته فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی هم داشتم، جزء هیئت مدیره انجمن ایران دانمارک از سال 1977 بودم و این افتخار رو داشتم که با آقای بهمن و با ایرانی‌های عزیز دیگری همکاری داشته باشم و همچنین به بچه‌ها و جوان‌ها زبان پارسی رو درس بدم که این پل ارتباطی خودشون رو با ایران نگه دارن. در واقع شما هم معلم به زبان دانمارکی هستین و هم به زبان فارسی. تا اونجا که من میدونم شما در یه خانواده عرب ایرانی متولد شدید، بزرگ شدید و جالبه که به بچه های ایرانی زبان فارسی رو یاد میدین. بله، همینطور هستش که میفرمایید. من در یه خانواده عرب ایرانی متولد شدم. هم پدرم هم مادرم هم پدر بزرگم و مادر بزرگم، همه ما که خانواده بزرگی هستیم، در ایران به دنیا آمدیم و در آبادان هم زندگی کردیم. من در اونجا درس خوندم و به زبان فارسی هم تسلط کامل داریم. باید این حقیقت رو هم بگم که من بیشتر به زبان فارسی تسلط دارم، یا به زبان پارسی بیشتر. عربی هم صحبت میکنی؟ عربی رو بیشتر میفهمم و خب کمی صحبت میکنم و زبان پارسی رو خیلی دوست دارم و احساس میکنم که احساساتم رو بیشتر به این زبان میتونم، به زبان فارسی میتونم بیان کنم تو عربی. شما صحبت کردین که فعالیت‌های فرهنگی داشتین در انجمن ایران و دانمارک و همینطور سایر تشکل‌های در واقع ایرانی که در شهر کوپنهاگ بود. خانم ریا، چطور شد که به فعالیت سیاسی روی آوردین؟ در واقع من در یک خانواده سیاسی بزرگ شدم و خانواده‌ای که براشون حق مردم مهم بود و اگر بخوام در یک واژه بگم، وجدانم هست. اگر بخوام در یک جمله بگم، اینه که من همیشه طرفدار عدالت بودم. و یک خاطره بسیار کوتاهی براتون تعریف کنم که مثلا دفتر مشقمو قرض میدادم به همشاگردیم که فقیر. چرا؟ به خاطر که خیلی فقیر بود و کار میکرد و وقت نمی کرد که مشقاشو بنویسه و من دفتر مشقمو بهش قرض میدادم که این خطکش نخوره. میدونین اون موقع تنبیه بود و خطکش میزدن. مورد دومش هم که دوم نیست، موارد زیادی هست ولی خب نمیخوام واقعا مزاحم بیننده ها بشم، وقت شما رو بگیرم. اما این بود که در خوزستان یک همکلاسی داشتم که بسیار باهوش بود و از یک خانواده عرب بود و من پدر مادرم رو وادار کردم که با خانوادهش این دختر صحبت بکنن تا اجازه بدن که این دختر بتونه بره دانشگاه، که البته خب موفق هم شدن.
اینا در واقع زمینهای اجتماعی، اینا در واقع زمینه های اجتماعی بود و خب خودتون بهتر میدونید که تغییر شخصیت از یک روز به روز دیگر صورت نمیگیره. همیشه یک ریشه آدم در اخلاقش داره. مورد دوم این که مورد بعدی این که آن موقع که من در ایران دانشگاه میرفتم و زمان انقلاب هم بود، یک آخوندی رو آورده بودن به عنوان یک کسی که پیشنهادات دانشجو رو جمع بکنه برای بهتر شدن مثلا جامعه و وضعیت دانشجوها و مردم، و گفتن که ما هر پیشنهادی رو میپذیریم. و منم نخستین فکرم این بود که بهشون پیشنهاد کنم که تحصیل رو اجباری بکنن، تا همه، خصوصا اشارم به خانواده های عربی بود، نه همشون، که اجازه نمیدادن که دخترشون برن مدرسه، و وقتی تحصیل اجباری میشد خب این حقوق شامل آنها هم میشد. پاسخشون چی بود؟ پاسخشون این بود پاسخ که عملی. پاسخشون خیلی جالب بود. یعنی پاسخشون این بود که این عقاید چپیه. اینا واقعا فکر میکردن که هر کاری که آدم بخواد در راه ارتقاء سطح جامعهش انجام بده چپیه. خب خیلی جالبه، به خاطر که خودشون همچین عقایدی واقعا در وجودشون و در عقایدشون بود. خانم ریایی، چطور شد، به چه دلیلی حزب سکولار دموکرات رو انتخاب کردیم برای فعالیت سیاسی خودتون؟ ببینید، آن موقعی که انقلاب 57 شد من 12 سال داشتم و اون موقع هیچ، و بعد از اون هم که هیچ حزبی نبود که من بخوام ایدئال‌های خودم رو درش پیدا بکنم. یعنی حزب‌ها یا ایدئولوژیک بودن، یا ایدئولوژی چپی داشتن، یا سلطنت طلب بودن، یا اینکه مذهبی بودن، و هیچ کدوم از اونا هم در واقع با اندیشه‌های من و تمایلات من سازگاری نداشت. به عنوان یک جوان اون موقع، یا نوجوان 12-13 ساله، من دوست داشتم و این کارم کردم در مدرسه که یک روزنامه هفتگی درست کردیم، یا یک هفته نامه درست کردیم، و پیشنهاد من همین بود که هر کس از هر گروه و رسته‌ای بیاد مطلب خودش رو توی اون هفته نامه بذاره، که خب بعدها همه ما این داستان رو میدونیم که این تحمل همگونگی بودن واقعا به جایی نرسید و میدونیم که چه اتفاق افتاد. و دلیل بعدیش و مهمترینش اینه که ما همه میدونیم که ما و بسیاری از مردم در خاورمیانه در واقع قربانی تسلط و نفوذ مذهب شدیم. برای همینه که یکی از مهمترین و ریشه ترین، در واقع دو تا از مهمترین و ریشه ترین مسئله که حزب سکولار دموکرات بهش پرداخته و من تمایل پیدا کردم که باشون همکاری جدی داشته باشم، یکی مسئله سکولاریسم هست، که در واقع این هم شروع شد در واقع در جایی، و به نظر من هیچ حزب و گروه و رسته دیگری به این صورت جدی و پیگیر از سالها با این معضل‌های اجتماعی برخورد نکرده و پیگیر نبوده. و مسئله دوم هم مسئله دموکراسیه، که من به عنوان یک آموزگار همیشه فکر می‌کنم و در اندیشه این بودم که این دموکراسی رو واقعا ما باید بهش عادت کنیم، یاد بگیریم و تربیت بشیم. یعنی باید تربیت دموکراسی پیدا کنیم. این دو ریشه‌ای هستش که ایدئال منه و دلیل پیوستن من به این حزب. اونطوری که همه میدونن 28 و 29 اکتبر امسال کنگره‌ای در شهر کلن آلمان هست. خانم ریایی، انتظار شما از شرکت کنندگان یا به هر صورت علاقمندان به مسائل سکولاریسم یا به هر صورت اونایی که خودشون رو سکولار دموکرات میدونن چیه؟ ببینید،
ببینید این کنگره که من برای نخستین بار هست که درش شرکت میکنم در واقع یک رخداد بزرگ تاریخیه. البته من این اصطلاح رو از چرا؟ چرا بزرگه؟ چون ما ایرانی ها که در اپوزیسیون هستیم و هر کدوممون در واقع در جای خودمون و با عقایدی که داریم مخالف رژیم ایران هستیم، تک تک حتما تلاش هایی کردیم و نگران آینده ایران هستیم، ولی هرگز به صورت متشکل دور هم جمع نشدیم و این یکی از جدیترین تلاش هایی که صورت گرفته و الان هم پنج سال میدونین که کنگره پنجم هست که صورت میگیره و افراد بسیاری از احزاب زیادی درش شرکت میکنن و میدونین این کنگره مال حزب سکولار دموکرات نیست، این کنگره متعلق به تمام افرادی است که سکولار و دموکرات هستن. چرا میگن مثلا میگن سکولار دموکرات ولی کسرت در یعنی وحدت رو در کسرت میبینن؟ میتونین توضیح بدین در این ارتباط؟ از این جمله معلومه که کسرت در این کسرت وحدت پیدا کردن، یعنی با تمام دگرگونه هایی که در اندیشه های مختلف سیاسی اجتماعی هست ولی به افرادی که در اینجا شرکت میکنن و اپوزیسیون، اینها با عقاید مختلف و هرچند به حزب‌های گوناگونی تعلق دارن اما اتحاد خودشون رو اعلام میکنن، یعنی جزو اپوزیسیون هستن. ولی دیده شده که خیلی از این شخصیت های سیاسی یا گروه های سیاسی بیشتر به جای اینکه به رژیم فکر کنن با همدیگه درگیر میشن، یعنی پیام شما برای فعالین سیاسی یا شخصیت های سیاسی چی هست؟ پیام من به عنوان یک عضو حزب سکولار دموکرات که واقعا افتخار دارم که باشون همکاری میکنم، حدود 5-6 ماه هستش که عضو این حزب هستم، اینه که من به تمام اونهایی که ناآگاهانه دست به این مبارزه تخریبی و تضعیفی میزنن، من میدونم که تعدادشون آدمای دلسوزی هستن، همه دلسوز آینده ایران هستن، ولی به نظر من به جایی که این انرژی و وقت رو تلف بکنن و بیان تخریب بکنن این جریان رو، جریان حزب سکولار دموکرات و در جریان اتحاد سکولار دموکرات ایرانیان رو، بیان و تمرکز بکنن و علیه رژیم ایران با هم همکاری بکنن. به عنوان آخرین سال طرح میکنم، شما برصورت در یه جامعه عرب ایرانی بزرگ شدین در آبادان و معمولا ماها در واقع یا اکثر ایرانی ها اطلاعات چندانی از جوامع عرب ایرانی در خوزستان نداره، شما چه نکاتی رو میتونیم به اطلاع بینندگان ما برسونید و یا پیامی دارید برای جوانای عرب در خوزستان؟ ببینید ترکیب جمعیت خوزستان البته میدونید رفته رفته بعد از جریان پیدایش نفت خب خیلی تغییر کرد. عرب ها جمعیت بومی خوزستان بودند و وقتی که نفت پیدا شد و شرکت نفت تأسیس شد، خب شرکت نفت خیلی ها رو در خوزستان آورد برای اینکه کار بکنه، حتی از هند هم آورد. پروفسور جوان دانمارکی هست که احتمالاً شما میشناسینش، قسموس کرستنسن، که ایشون کتاب بسیار مستندی نوشتن در مورد تاریخ آبادان و خوزستان.
ولی خب از اون موقع ترکیب به خاطر ایجاد کار به هم خورد. اینو همه هم میدونن، باید منصفانه بهش برخورد کرد. ما در خوزستان بیشتر عرب داریم، ولی بختیاری خیلی زیاد داریم و دسفولی داریم، شوشتری داریم، لور داریم، اصفهانی داریم. ما یک خیابونی داریم در آبادان. اهواز و حتی احوال. آبادان، بله، که اصفهانی ها اونجا به اصطلاح کار زیادی میکنه، حالا یا پارچه فروشی دارن یا هرچی. در قسمت های گوناگون شرکت نفت هم که ایرانی ها از هر جای ایران اومدن و اونجا کار میکنن. خب ببینید، الان گفته میشه که تبعیضی هست روی اعراب ایران، بخصوص این سالها در واقع بیشتر شده. میتونی یه مقایسه بکنی زمان شاه و زمان جمهوری اسلامی این تبعیض چگونه بوده؟ ببینید، در حکومت هایی که یا دیکتاتوری هستن یا ایدئولوژی هستن، استبدادی هستن، حالا چه استبدادی مذهبی، چه قومی و چه ایدئولوژیکی، اینا هیچ وقت انسان مدار نبودن و در چنین حکومت های همیشه تبعیض نژادی بوده. تجربه خود من و تجربه خانواده من، که خانواده بسیار بزرگی هم هستن، این هستش که اونا هم مورد تبعیض نژادی قرار گرفتن. حالا میتونه در سطوح کاری باشه که مثلا اگر میتونی مثال بزنیم؟ بله، مثلا من شاهد عینی این هستم که یکی از خانواده ما، حالا ارتباط دقیقشو نمیگم، ولی یک پستی بود که ایشون تحصیلات لازم رو داشتن، ایشون فوق لیسانس شیمی داشتن، علوم بعد پی‌اچ‌دی گرفتن. خب به یک نفر دیگری که اولا حزب‌اللهی بود و دوما از یک اقلیت دیگری بود، به اون کار رو دادن. اینم بهتون بگم، در زمان شاه این تبعیض کمتر بود. جالبه. من به نظر من، بله، و به نظر خیلی ها، امیدوارم که با من موافق باشن و هستن بسیاری، اون زمان تبعیض کمتر بود. الان اگر مردم ایران، نه هم واقعا یه عده قلیلیشون، ما میدونیم ایرانی ها مردم مهربان و عطوفت پذیری هستن، اگر عدهشون از عربا میگن، من مطمئن هستم که منظورشون من و امثال من و خانواده من نیستن. یا مغرضانه میگن و یا ناآگاهانه میگن و منظورشون تنفر از اسلام و تسلط دولت اسلامه. دقیقا خانم ریایی یه چیز جالبی رو مطرح کردین. ببینید، خیلی یک سری از جوان ها در ایران، یا حالا سن و سال مطرح نیست، ولی انگار اینجوری شده که مطرح میکنه که این انقلابی شده، عرب ها در ایران انقلاب کردن، تجاوز کردن و این حکومت رو عربی میبینن و اگر عربی ایرانی میاد اعتراض میکنه که آقا تبعیض هست، میگن نه، از این حکومت عربیه. و این توضیحات شما جالب بود که عرب ها نسبت به زمان شاه در ایران در حال حاضر بیشتر در تبعیض هستن تا اون زمان. این رو چگونه میبینید؟ ببینید، یک واقعیتیه که ایران زمانی 1400 سال پیش مسلمان نبوده، دین دیگری داشته، دین زرتشتی داشته، دینی هم هستش که خیلی انعطاف پذیر هست، از دل ایران بزرگ شده. خب عرب مسلمان حمله کردن به ایران، ایران رو گرفتن. خب میراث فرهنگی، زبانشون رو تا حدود زیادی میخواستن تغییر بدن که خب خوشبختانه موفق نشدن. خب اینا همه اون به هویت ملی ایران، ایرانیان رو تحریک میکنه و ولی خب تفسیر عرب ایرانی نیست که این داستان. من خودم هم یکی از اونایی هستم که با تسلط مذهب مخالفم و برای شما بگم تعداد زیادی در جنوب هستن که اصلا یه جورای مسلمان نیستن، بیشتر افکار چپی دارن کلا خوزستانی. ولی این هم هرگز یادم نمیره که اوائل انقلاب بود که آقای خامنه ای عربای ایران رو کولی نامیدن.
رسمن این اتفاق زمان شاه هرگز نیفتاد. این توهین مشخصی بود. این توهین مشخصی بود و شما میدونین در هر زمانی در تاریخ همیشه یک عده هستن که میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن. وقتی که تبعیض نژادی هست به خاطر دستگاه، به خاطر سیستم، و یه دم هستن که از این جریانات به نفع خودشون سوء استفاده میکنن و جریان‌های افراطی رو به وجود میارن، در حالی که در درون خودشون واقعا طرفدار عدالت نیستن، فقط طرفدار جدایی ایران هستن. خب همه این صحبت‌ها رو شما ترک کردید، میمونه این که مثلا آلترناتیو چی میتونه باشه برای اینکه این مردم، این کشور از این وضعیت رهایی پیدا کنن. به دو چیز باید توجه کرد در مورد آلترناتیو سازی. این که اپوزیسیون واقعی رو شناخت. ببینید عده‌ای هستن که خودشون رو مخالف دولت میدونن، عده‌ای هستن که خودشون رو مخالف حکومت و طرفدار سرنگونی حکومت میدونن. بعضی از اونایی که مخالف دولت هستن، اونا یا اصلاح طلبا هستن، بعضی از ملی گراها هستن. اینا سعی میکنن به کمک رژیم البته که یک برداشت اشتباهی رو در مردم به وجود بیارن، از این برای اینکه یک روزی این رژیم ایران یک آلترناتیوی داشته باشه، چون خودش میدونه که در حال فروپاشی مخالف در واقع در ایران زیاد هست، حتی طرفدار سکولار دموکراسی در ایران زیاد هست، ما این رو میدونیم، و برای همین که دوچار فروپاشی سیاسی و اجتماعی شده و همچنین اقتصادی که بحثش البته با متخصصین هست، سعی میکنه یک راههای دیگه رو برای خودش نگه داره. یعنی به آسانی که هیچ وقت مثل شاه نمیگه که خب مردم منو نمیخوان، خیلی آروم برداره و بره. به هر حال اینا تلاش میکنن که یک مخالفین دولت رو به وجود بیارن، یک همچین جریانی، و مردم باید خیلی اینجا محتاط باشن. ولی این اپوزیسیونی که ما در موردش صحبت میکنیم و خواهانش هستیم، اپوزیسیونی هستش که خواهان سرنگونی رژیم هست، بلا تمام اونایی که خواهان سرنگونی دولت هستن، اونها خودشون هم به ولایت فقیه معتقدن و به حکومت اسلامی معتقدن، و این آلترناتیوی که باید تشکیل بشه یک ضرورتی هستش که باید روش کار بشه، بیشتر بشه، خیلی جدیتر باهاش برخورد بشه و نذاره که این جریانات بتونن اپوزیسیون واقعی و انحلالگر رو تضعیف بکنن. با تشکر از شما خانم ریایی که وقتتون رو برای ما گذاشتید. خواهش میکنم. با سپاس از اینکه شما منو دعوت کردین و درود و سپاس به بیننده های گرامیتون.